لغو حکم اعدام به مرور در جوامع مختلف طرفداران بیشتری می‌یابد. با این حال مجازات مرگ در شماری از کشورها از جمله ایران کماکان برقرار است. موافقان و مخالفان لغو مجازات اعدام چه می‌گویند؟ سلام، بر اساس اسناد دوائر حقوقی در آمریکا در فاصله سالهای 1992 تا 2004 میلادی شواهد DNA نشان دادند که 15 مجازات اعدام در اون کشور ناحق بوده است. یعنی در اون سالها حداقل 15 نفر بیگناه اعدام شدند. کشورهایی چون چین و ایران آمار اعدام بالاتری دارند و نظام قضایی کمتر قابل اعتماد. امکان پیگیری و میزان شفافیت در این کشورها هم آنچنان نیست که بفهمیم در نتیجه صدها اعدام سالیانه در هر یک از آنها چه تعداد بیگناه به مرگ محکوم می‌شوند. تصور کنید آخرین لحظات کسی را که در آستانه محروم شدن از حق حیات است برای جنایتی که مرتکب نشده. آیا تصور آن لحظات شما را وا نمی‌دارد با مجازات مرگ مخالفت کنید؟ ولی هنوز هم در شماری از کشورها از جمله در بعضی جوامع توسعه یافته بیش از نیمی از مردم از حکم اعدام حمایت می‌کنند و لغو آن را به صلاح نمی‌دانند. چرا؟ در پرگار این هفته این موضوع را با دو مهمان از ایران در میان می‌گذاریم. عماد‌الدین باقی، پژوهشگر و فعال حقوق بشری در تهران که در مخالفت با مجازات اعدام کتاب نوشته و صالح طباطبایی، پژوهشگر علوم شناختی و نویسنده کتاب تسلیم یا اسلام در تاریخ نگاری فتوحات اعراب مسلمان در ایران. خیلی خوش آمدید. آیه باقی، از شما شروع کنیم. کم نیستن حقوق‌دانهایی که به موضوع اعدام‌های ناحق برای مخالفت با مجازات اعدام ایراد میگیرن و میگن که این مخاطب رو در یک تناقض عاطفی قرار میده تا به نتیجه کذب برسه. میشه توضیح بدید؟ اولا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم، خدمت جناب آقای طباطبایی و شما جناب آقای کریمی. اجازه میخوام که پیش از ورود به بحث چند دقیقه فشرده ای از بحث و محورهای کلیدی اون چی که در همین کتاب مطرح کردم رو عرض کنم و جزئیات بیشتر رو در خلال گفتگو خدمتتون عرض کنم. ببینید، اصلا مسئله کشتن انسان به دست انسان تأسیس ادیان نیست. این در واقع یک ابداع ناپسند بشری است که از آغاز پیدایش انسان وجود داشته و در میانه راه ادیان آمدند و یا تایید و تثبیت کردند یا مقید و محدود و مشروطش کردند تا زمان ما که در حال حاضر حدود دو سوم کشورهای جهان حکم اعدام رو تعطیل کردند یا متوقف کردند. در مابقی کشورهایی هم که این حکم اجرا میشه به ندرت اجرا میکنند و چند کشوری که بیشترین مجازات اعدام رو دارند و 5 تاشون در واقع در رأس هستند و متاسفانه ایران یکی از اونها هست. در کشورهای اسلامی هم یکی از دلایل پایداری این نوع کیفر توجیه دینی است. یعنی تصور می‌شود که چون نص صریح قرآن در مورد قصاص هست، مخالفت با این حکم یا تشکیک در اون تشکیک در دین و ضروریات دینی هست و به همین دلیلم یکی از اهداف من در این کتاب این بود که نشون بدم با یک منطقه درون دینی اتفاقا می شود به طور کامل مجازات اعدام رو هم تعطیل کرد و هیچ منافاتی هم با شرع نداره. برای این کار دو تا رویکرد اتخاذ شده، یک رویکرد حلی یا رادیکال، یک رویکرد تزییقی. رویکرد حلی که 4 دلیل براش ذکر شده و بیشتر دلایل مذکور در فقه سنتی و فقه سیاسی است، مثلا این قول مشهور
عدم اجرای حدود و قصاص در دوره غیبت، یا اینکه مثلا حاکم میتونه حتی احکام اولیه رو تعطیل کنه. اما روی کرده دوم که بیشتر ناظر به وضعیت ما هست، یعنی روی کرده تزییقی، میاد ابتدا اعدام و قصاص رو تفکیک میکنه و موارد اعدام رو در فقه و در قانون مجازات اسلامی حساب میکنه و نشون میده که عمده احکام اعدام در فقه و در قانون مجازات اسلامی اینها یا ظاهرا جزء حدودند ولی هیچ مبنای قرآنی ندارند و حتی از لحاظ روایی هم مبنای محکمی ندارند، و یا جزء تعزیراتند و احکام تعزیری هم احکامی هستند که شارع جعل نکرده، اینو حاکم جعل کرده چون خودش وضع کرده، خودش هم میتونه تعطیل کنه. در صدای گذشته یک اشتباه بسیار جزئی توسط مفسرین و فقهای شیعه و سنی رخ داده، جزئی ولی نتایج بسیار بزرگی داشته، اونقدر که حتی ناقض فلسفه دین و شریعت هم بوده. اون همین هست که در یک مورد دچار بدفهمی شدند، یعنی آیه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب رو دو کلمه رو توش جابجا متوجه شدند، به معنی که تصور کردند که در قرآن هدف قصاص هست، در حالی که من در این کتاب بر اساس دلالت‌های لفظی صریح آیه و به قرینه آیات دیگه نشون دادم که در این آیه هدف حیات و تضمین حیات اجتماعی و فردی است و قصاص آلیت داره، قصاص وسیله است. بنابراین وقتی که هدف حیات باشه، اینجا اون بحث مناسک‌گرایی پیش میاد که منم اینجا تو کتاب برات راجبش توضیح دادم، گفتم که مناسک‌گرایی یعنی جمود بر لفظ، جمود بر وسیله، جمود بر شکل. بله. مثلا فرض کنید قانون راهنمایی وضع میشه برای تامین نظم شهری، نظم اجتماعی، اگه فرض کنید تناور پیشرفت کرد، ساخت شهری عوض شد، ماشینا بدون سرنشین اومدن، قانون قبلی دیگه جوابگو نیست، اون هدف که تامین نظم اجتماعی است رو نمیتونه دنبال بکنه و تأمین کنه. متوجه هستم. خب شما باید قانون رو عوض بکنید برای رسیدن به اون هدف. متوجه هستم. مناسک‌گرایی یعنی این قانونی که وسیله است مقدس میشه و بر اون جمود ورزیده میشه که اون رو نمیخوان تغییر بدن. اگر ما بپذیریم این بدفهمی در مورد آیه صورت گرفته، اون وقت میگیم اگر تجربه و تحقیق و نتایج یافته‌های علمی نشون بده که قصاص امروز بازدارنده نیست و قصاص ما رو به اون هدف که تأمین حیات اجتماعی است نمیرسونه، بنابراین باید وسیله دیگری، وسیله بهتری برای رسیدن به اون هدف جایگزین کرد. متوجه هستم. خیلی ممنون. آقای طباطبایی، برداشت آقای باقی از مهمترین آیه در قرآن در مورد قصاص این است که هدف در واقع حق حیات بوده، هدف متعالی شمردن این حق بوده و خود انجام قصاص یک وسیله بوده برای اون هدف، و میگن بر این مبنا فکر میکنن که میشه قصاص در این مورد مجازات اعدام رو مسکوت گذاشت یا حتی لغو کرد. در این حال نکات دیگه گفتن که میشه گفت استدلال های برون دینی در مورد لغو مجازات اعدام، از جمله اینکه ایشون میگن که مجازات اعدام پیشگیری نمیکنه، نشون داده که پیشگیری نکرده. شما میخوام ببینم که نظرتون چیه، چرا شما فکر میکنید مجازات اعدام، هرچند اونجوری که به من گفتید بهتره تا اونجایی که ممکنه تعدادش، مواردش کاهش پیدا بکنه، اما نباید لغو بشه؟ بله، من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای باقی، جناب آقای کریمی و بینندگان گرامی. نکته اینجاست که آقای باقی در کتاب خودشون در صفحه 32، من از روش میخونم، مرقوم فرمودن که دومین نکته آن که نگارنده فارغ از آموزه های اسلامی و از منظر بروندینی بر اساس دلایلی به نفی مجازات اعدام باور پیدا کرده است. ایشون در واقع دلایل اصلیشون که مطلقاً اعدام رو نادرست میدونند، اینطور که در کتاب بنده خوندم، دلایل بروندینی است. اجازه بدید پیش از اینکه
به دلایل بروندینی و دروندینی و دیدگاه ایشون در این زمینه بپردازم، یک نکته رو ذکر بکنم و اون نکته این است که بنده همونطور که پیشتر عرض کردم خدمت جناب آقای کریمی، کاملا با مساعی فرخنده و ارزنده جناب آقای باقی برای محدود کردن اعدام، پیشنهاد اون گزینه چهارم که حبس هست، حالا کیفیتش رو امیدوارم در بحث به تفصیل بیاریم، و در واقع مساعی ارزنده‌ای که در این راه مبذول داشتن، کاملا بر این مساعی ارج می‌نهم و بزرگ می‌دارم کار ایشون رو. اما ایشون نظریه‌شون نفی مطلق اعدام هست بدون هیچ استثنایی، حتی در مورد در واقع کسانی که جنایت بر علیه بشریت انجام میدن. ایشون بارها در مقالاتشون، در مصاحبه اخیرشون با نشریه دیگر که متعلق هست به انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، تاکید کردن که حتی من مخالف اعدام صدام یا کسی مثل هیتلر هستم و هیچ استثنایی رو در این زمینه بر نمیتابد. من نقدم نسبت به نظریه ایشون منحصر و متمرکز هست بر نفی مطلق اعدام. ایشون دلایلی رو به عنوان دلایل بروندینی برشمردن و دلایلی رو از متن قرآن کریم و روایات. دلیل اولشون این است که در واقع مجازات اعدام بازدارندگی نداره. مثال هایی رو ذکر کردن، مثلا آرتور کوتلر نقل کردن که میگفته که در مراسم اعدام جیب برها در لندن، در زمانی که جیب برها رو اعدام میکردن، افراد جیب بری میکردن. یا دادستانی قم پژوهشی انجام داده و دیده بسیاری کسایی که اعدام میشن پیشتر در مراسم اعدام فرد دیگری شرکت کردن و شاهد اون بودن و از این قبیل مطالب. تمام این استدلال ها مبتنی بر یک تحلیل آماری نادرست. جامعه آماری این تحلیل زندانی ها، ببخشید اعدامی ها یا جیب برها در مثال کوسله، یعنی اینکه از زندانی ها پرسیدند آیا شما پیشتر در مراسم اعدام شرکت کردید؟ فرض کنید اکثریتشون بگن که آری ما شرکت کردیم. تعمیم یک جامعه آماری زندانی هایی که محکوم به اعدام هستن بر کل جامعه آماری، کل جامعه، یک تحلیل آمار استنباطی نادرسته، کاملا غلطه. بلکه اگر بخوان تحلیل بکنن باید دو جامعه رو در نظر بگیرن در شرایط یکسان، در یکی مجازات اعدام باشه در دیگری نباشه، یا در یک جامعه در یک دوره مجازات اعدام باشه در یک دوره نباشه، و بعد ببینن آمار در شرایط یکسان آمار جنایت کاهش پیدا کرده یا نکرده. بله، در مورد آقای طباطبایی، در مورد استدلال درون دینی آقای باقی چی میگید؟ آقای باقی خیلی خلاصه میگن فلسفه قصاص بر محترم شمردن حق حیاته، در صورتی که این فلسفه نادیده گرفته شده و حق قصاص عمده شده، یعنی مجازات کسی که قتل نفس کرده، و میگن این بر اساس یک خوانش اشتباه از این آیه قرآنی است که ایشون برشمردند. بله، ببینید ایشون به آیه 179 سوره بقره استناد میکنه که ادامه آیه قبلی است، که در آیه قبلی ذکر کرده که بر شما قصاص در مورد کشتگان مقرر شده و توضیح داده و مسئله عفو رو مطرح کرده که فمن عفی له من اخیه شیئون، اگر کسی که اگر قاتلی از سوی برادرش به چیزی بخشیده شد، فتبا اون بالمعروف، اون کسی که ولی مقتول هست یا باید پیگیری بکنه، پیگیری از میخوام یا نداره، پیگیری به نیکویی و شایستگی انجام بده برای گرفتن دیه، و اون دیگری و ادا اون الیه به احسان، و اون دیگری هم که قاتل هست باید اون دیه رو به نیکویی پرداخت کنه. و در ادامه آیه میگه که ذالک تخفیف من ربکم، این یک ارفاقی است و رحمتون، و این ارفاقی است از سوی خداوند و رحمتی برای شما.
در آیه بعدی میگه که ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، برای شما در قصاص، در قصاص حیاتی است ای خردمندان. آقای باقی در اینجا میفرمایند که مفسرین درست نفهمیدن، فکر کردن مراد از این حیات در خود قصاصه، در حالی که بله. ما باید الفلام مربوط به قصاص رو الفلام عهد بدونیم که به آیه قبلی برمیگرده که منظور همون بخششه. متوجه هستم. چون خیلی آقای طباطبایی، اما خانش شما این نیست، معتقد هستید چنین خانشی؟ این خانش نه تنها خانش من نیست، در کل تاریخ صدر اسلام هیچ کسی همچین خانشی نداشته. ببینید البته چند تا نکته است که نمیدونم مجاری میشه، یه نکته کلیدی هست که انشاءالله آخر بحث اگه فرصت بشه عرض میکنم. من دلایلی توضیح دادم که چرا نمیشود گفت حیات در خود قصاصه، قصاص وسیله است نه اینکه هدفه. یکیش اینه که اصلا اگر شما این رو بپذیرید که حیات در خود قصاصه، اصلا دیگه عفو بی معنا میشه. ببینید وقتی که در قرآن اتفاقا نمیگه که یا قصاص یادیه یا عفو، عفو گزینه مؤکد و راجحه در قرآن. بنابراین وقتی که عفو مؤکد و راجحه، دیگه نمیتونیم بگیم معناش این هست که حیات در خود قصاص، چون اگه این باشه دیگه اصلا عفو منتفی میشه. این یکی. نکته بعد این که ببینید وقتی ما بحث درون دینی و برون دینی میکنیم، میگیم یافته هایی که لااقل تو این 200 سال اخیر بشر به دست آورده این رو نشون میده و ثابت کرده و روایی و پایایش هم به تکرار این تحقیقات و نتایج مشابهش هست. اصلا تاریخ مجازات ها رو نگاه بکنید، میبینید مجازات ها از گذشته های دور که دوشقه کردن و سوزوندن و تکه پاره کردن بوده، در طول تاریخ به مرور انسانی تر و نرمتر و تعدیل شده. یه دلیلش این هست که میدیدن این مجازات ها کارآمد نیستن، بازدارنده نیستن، تعدیل میشدن. اگر شما امروز معتقد باشید که مثلا مجازات اعدام بازدارنده است، به طور طبیعی نتیجه میشه که پس همه مجازات اعدام هر چه خشن‌تر باشه بازدارنده تره. یعنی ما باید برگردیم به شیوه های قدیم که بشر ازش عبور کرده. و از طرف تحقیقات تجربی هم در 200 سال اخیر، صدها تحقیق تجربی در کشورهای با فرهنگ و زبان و مذهب و جغرافی های مختلف صورت گرفته و نتایج مشابه داشته و نشون داده که مجازات اعدام بازدارنده نبوده، بلکه در اون کشورهایی که تعطیل شده چرخه جرم و جنایت کمتر شده. بنابراین این بحث تجربی یه بحث دینی هم هست. ببینید یه بحث بسیار مهمی است که بحث معیاری است و به نظر من ربطی به زمان و مکان و شریعت خاصی هم نداره. گرچه مثلا در قرآن هم تصریح شده، مثلا وقتی که در قرآن یه معیار میده، معیار بسیار مهمی است. این معیار که ملاک حرمت اینه که یه چیزی که ضررش بیش از نفعش باشه حرامه. مثلا در همین آیه میگه یسرون کن الخمر و المیسر قل فیه ما اسم کمیر و منافع للناس، میگه آقا خمر همین شراب این برای مردم منافع هم داره گناه هم داره، اما دلیل حرمتش چیه؟ دلیل حرمتش اینه که اسمه هما اکبر من نفع ما. یا مثلا در آیه دیگه میفرماید و اما ما ینفع الناس فیم کس و فعل، از اون چیزی که به نفع مردمه، نه میگه ناس نمیگه. اینجا استدلال شما آقای باقی، اینجا استدلال شما در این که نقل میکنید از آموزهای دینی، استدلال برون دینیه، یعنی فکر میکنید اعدام برای جوامع ضررش بیش از نفعشه، درست میگم؟ نه ببینید، من میخوام بگم این معیاری که من الان دارم میگم این معیار نفع، ضمن اینکه دوتا آیه براش میارم که این آیه صریح قرآنه که باید ببینید معیار، که متاسفانه معیار در اجتهاد دخالت نکرده تا حالا، معیار اینه که نفعش بیشتره یا ضررش. خب ببینید یه معیار عقلایی است، تجربه بشر بر مبنای هم عقل و تجربه هم چیزی که مبنای دینی داره ثابت کرده که این مجاز بازدارنده نبوده. بسیار نه تنها بازدارنده نبوده، بلکه در مواردی برعکس چرخه خشونت رو تقویت کرده. بسیار خوب. من یک سوال دارم، سوال خیلی روشن از جناب آقای باقی. فرض کنید فردی در معرض خطر مرگ قرار گرفته از سوی یک مهاجمی که میخواد جانش رو بگیره.
به اون فرد حمله میکنه و اون فرد از خودش دفاع میکنه و مهاجم در فرایند دفاع کشته میشه. در کدوم قانون جهان این فردی که از جان خودش دفاع کرده مجرم میدونن؟ هیچ کجا. همه اگر اثبات بشه به واقع که این برای دفاع از جان خودش اون فرد رو کشته، هیچ کسی او رو در واقع مؤاخذه نمی کنه و تحت پیگرد قرار نمی گیره. بسیار خوب. حالا فرض کنید این سناریو اینجوری رخ می داد. اون فرد حمله می کرد و او از خودش دفاع می کرد، اما نمی تونست بر اون فرد غلبه کنه و اون فرد این رو می کشت. حالا اون فرد کشته شده و یه قاتل وجود داره. شما میگید در حالت اول که اون فرد خودش هم زنده است اما در دفاع اون مهاجم رو کشته، هیچ اشکالی وجود نداره. اما حالا که این قاتل یه فرد بیگناهی رو کشته، اگر بگوییم که باید اون مجازات بشه به خاطر کار نادرسته، شما میگید نه، اینجا نباید این کار رو انجام بدید. به نظر شما این منطق واقعا پذیرفتنیه؟ حالت اول فرد کشته نشده، قاتل کشته شده، مهاجم کشته شده. حالت دوم فرد بیگناه کشته شده. شما در حالت اول میگید که هیچ اشکالی نداره کشته شدن اون فرد مهاجم، در حالت دوم میگید اشکال داره کشته شدن اون فرد مهاجم. به نظر شما این استدلال پذیرفتنی؟ این یک نکته. در مورد خشن بودن، این استدلال شما هم ناقص هست. بله، مجازات ها در قدیم خشن بود، الان هم در برخی کشورها مثل کره شمالی همچنان این مجازات های خشن وجود داره. اما چه شد که این مجازات ها خشونتش کم شد؟ برای اینکه اغلا دیدند خشونت زیاده از حد تأثیر معکوس میذاره، افراد حس همدردی پیدا میکنن با قاتل، عبرت نمیگیرن. به دلیل اینکه عبرت نمیگیرن از خشونت کاسته شد. اینکه اعدام عبرت آموزه، در پژوهش هایی که اخیراً انجام شده مثل پژوهش سال 2005 توسط کی؟ الان عرض میکنم. توسط دو تا از حقوقدان های بسیار مشهور دانشگاه هاروارد، آقای کس سانشتاین و همکارش آقای ادریان ورمیول، در سال 2005 نشون داده مجازات اعدام در جوامع عبرت آمیزه. بسیار خوب آقای طباطبایی. آقای باقی، دو نکته. یکی اینکه ایشون میگن بله، اگر در طول تاریخ مجازات ها به اون میزان که قبلا بودن خشن نیستن، اگر در طول تاریخ از خشونت مجازات ها کاسته شده، بین ما رو نمیرسونه که الان مجازات اعدام رو لغو کنیم. دوم اینکه ایشون میگن تحقیق شده توسط دو حقوقدان در دانشگاه هاروارد که نشون میدن که مجازات اعدام عبرت آموزه. میتونید جواب بدید؟ ببین، من دو تا نکته رو راجع به فرمایش ایشون عرض کنم. یک اشکال بزرگی که ما همیشه باش مواجهیم و متأسفانه خیلی اشتباه عجیبی است، الان هم در خلال فرمایشات ایشون این عبارت اومد که خب وقتی کسی مهاجم فرد رو بیگناه کشته نباید مجازات بشه. ببین، بلافاصله این تصور پیش میاد وقتی ما میگوییم که کسی اعدام نشه یعنی مجازات نشه. اعدام نکردن به معنی مجازات نکردن نیست. چیزی که آقای باقی مشکل ساز هست در آموزه‌های اسلامی تا اونجایی که من میدونم این است که دو تا گزینه پیش روی اولیای دم یا قانونگذار گذاشته شده وقتی جرم قتل نفسه. این دو تا گزینه، یکی قصاص، یکی بخشش یا عفو در قبال گرفتن دیه. آیا این مشکل ساز نیست؟ یعنی آیا این خانش شما رو در تخفیف دادن موارد مجازات اعدام و در نهایت لغو اعدام دوچار مشکل نمی‌کنه؟ برای اینکه بر اساس آموزهای اسلامی یا قاتل باید قصاص بشه یا باید بخشیده بشه،
و راه سومی باز نگذاشته، این خانش درون دینی شما رو دچار مشکل میکنه دیگه، نمیکنه؟ ببینید اصلا یکی از مباحث کلیدی من تو همین کتاب این هست، میگم که وقتی این کف و سقف مقرر شده در قرآن بین عفو تا قصاص، یعنی سه گزینه عفو قصاص و دیه، جریمه مالی عفو تا قصاص، خب بین اینها هر چیز دیگری مجازه، یعنی حبس که در واقع اشد از عفو و اخف از قصاصه، این هم در دل این جواز نهفته است. قانون مجازات که سه گزینه ای، اگر بیاد بشه چهار گزینه ای، شما خواهید دید بسیاری از این مجازات های قصاص تو کشور تعطیل میشه. ما نمونه های زیادی داشتیم، اولیای دم حاضر نیستن دستشون به خون آروده بشه، ولی از اون طرف هم حاضر نیستند که طبق این قانون فعلی که میگه اگر تعیین تکلیف نکنی داستان بخص تامین مجرم آزاد میکنه، قاتل آزاد بگرده راست راست جلو چششون بچرخه. این قانون به استناد این که چون شر حبس مقرر نکرده اومده یه همچین چیزی باز کرده، خود میده سوق در که شر میگه افراجه، ولی قانون داره مردم رو هل میده به سمت اجرای قصاص. آقای طباطبایی متوجه هستم، آقای باقی اجازه بدید. بله آقای باقی اجازه بدید. دل اون جواز اف نهفته است، بله. بنابراین قانون چهار گزینه بشه، بسیاری از این مجازات های قصاص هم تعطیل میشه. آقای طباطبایی، جناب باقی میگن که میشه از این در واقع دوگانه بخشش یا قصاص گذر کرده حتی بر اساس خانش دینی، ولی اگر خانش دینی ایشون رو هم کنار بگذاریم، آیا در جوامعی که به جای اعدام مجازات سنگین حبس میدن و حق حیات رو از طرف نمیگیرن، فکر نمیکنید این بهتر عبرت آموز باشه در این اینکه حق حیات رو هم از کسی نگرفتند؟ بله، من به پرسش اخیر شما پاسخ خواهم داد، اما اجازه بدید یه نکته ای رو ابتدا عرض کنم. من با پیشنهاد ایشون برای درج اون گزینه چهارم در قانون موافقم، و به نظر من منعی هم از لحاظ شریعت وجود نداره، و ای کاش اینطور بشه، یعنی در واقع اولیاء دم بتونن درخواست حبس بکنن، ای کاش این در قانون گنجانده بشه، و پیشنهاد خیلی خوبیه. با ایشون در این زمینه هیچ بحثی ندارم، ولی معتقدید گزینه قصاص نباید حذف بشه؟ من معتقدم که نفی مطلق اعدام منطقی نداره، نفی مطلق اعدام. بله، کاهش اعدام، تبدیل موارد اعدام به حبس، اینها بسیار عالی، اما نفی مطلق اعدام مبنایی نداره. آیا این اولویت که بیگناهی نباید اعدام بشه، برای اینکه اعدام یک مجازات برگشت ناپذیره، شما کسی رو از حق حیات محروم کردی دیگه کردی تموم شد، آیا این ارجحیت نداره بر اعدام تعداد زیادی از گناهکاران؟ یعنی اگر شما قانونگذار و مجری قانون بودی، ترجیح نمیدادید 100 تا حکم اعدام رو اجرا نکنید برای اینکه ممکنه در یکی از اینها خطایی بوده باشه و یک بیگناه اعدام بشه؟ این استدلال قوی نیست؟ نه متاسفانه قوی نیست، ای کاش قوی بود. بسته اینی که شما از چه منظری به موضوع نگاه کنید. ببینید کانت که در واقع جزء مکتب سزاگرایان به اصطلاح یا به تعبیری میشه گفت عقوبت خواهان هست، کاری دیگه به اینکه اعدام بازدارندگی داره یا نداره به اینها کاری نداره. بله، افرادی که به این مکتب قائل هستند مثل کانت، مثل هگل و مثل خیلی کسایی که از سال 1980 به این سو به این مکتب گرایش پیدا کردن در قانون و افراد روز به روز داره تعدادشون بیشتر میشه، این است که هیچ بیگناهی نباید تنبیه بشه مگر کسی که جرمی انجام داده به اندازه و متناسب با آسیبی که زده. این نظریه است، یعنی بیگناهان در اصل نباید تنبیه بشن. خب ببینید، در قتل خطأ که آقای باقی کاملا احکامش رو میدونن، کسی قصد نداره دیگری رو بکشه و به خطا او رو میکشه بدون قصد قبلی، بدون
سوء نیت اون رو میکشه. خب خطا مگه رخ نداده؟ خطا رخ داده، یه جانی از دست رفته. آیا میشه اون جان رو برگردوند در قتل خطا؟ و معتقدید در اعدام بیگناهان مواردی که هست این هم چنین خطایی خواهد بود و میشه اینا، ازش اینا بله عیناً مثل اون خطا. آقای باقی یعنی بله اجازه بدید آقای طباطبایی بله آقای باقی بله در ادامه بله ادامه خواهیم داد در ادامه برنامه. آقای باقی ببینید اصلا بحث ما در مورد قتل خطایی که نیست. جالبه که قرآن در مورد قتل خطای تکلیف روشن کرده، اونجا هم فقط دیه هست. بحث قرآن در مورد عفو تاکید بر عفو اتفاقا در مورد قتل‌هایی است که با سوء نیت و سبب تصمیم بوده، یعنی در واقع یک قاتل به عمده اون رو تاکید میکنه که باید عفو بشه. ولی آقای باقی جدای از این که جدای از این که در قرآن چی گفته شده، بگذارید به عقل خودمون رجوع کنیم. خیلی از فیلسوف‌ها، خیلی از حقوقدان‌ها این عقل جمعی رو اینجوری تعریف میکنن که جان استوارت میل فیلسوف لیبرال قرن 19 گفته. جان استوارت میل که از آباء لیبرالیسم موافق مجازات اعدامه، البته لیبرال‌های امروزی من ندیدم لیبرالی موافق مجازات اعدام باشه، لیبرال های امروزی دیگه نیستن، ولی جان استوارت میل میگه که کسی که قاتل حق حیات خودش رو با سلب حق حیات دیگری عملا سلب میکنه، یعنی قاتل عمد به واسطه سلب حق حیات دیگری از خودش هم سلب حق حیات میکنه. این استدلال قویه دیگه، غیر از اینه؟ ببینید من یه چیزی به نظرم مهمتر از حرف جان استوارت میل باید بگید. حالا نقطه که آقای کریمی هم اشاره کردن بحث احتمال خطا، این وقتی مثلا این کتاب کریمینال جاستیس که با هم ترجمهش کردیم فقط 400 مورد اعدام اشتباهی در امریکایی که احکامش در دادگاه با هیئت منصفه در واقع صادر شده رو ذکر میکنه، نشون میده تو کشورهای مثل ما چقدر احتمال خطا بیشتره. یکی دوم این که من به جای این که حرف جان استوارت میل رو بگم این حرف پیامبر اسلام رو میگم که میفرماید در حدود ان المسلمین ما استطعتم و ان کان له مخرج فخلوا سبیله، میگه تا میتونید مسلمون ها رو مردم رو از اجرای حدود دور بکنید، تا میتونید نگذارید این حدود اجرا بشه. و حتی این جمله میفرماید که اگر امام در عفو خطا بکند بهتر از این است که در عقوبت خطا کند. و باز یه روایت مهمتر که من در شگفتم چرا این فقهای ما که اومدن فقه و روایی کردن به همه روایات تمسک نکردن. مثلا روایت محکمی داریم که پیامبر میفرماید که بعد از اینکه آیه قصاص نازل شد و خداوند تأکید به عفو کرده، پیامبر میفرماید که انهو ان قتلهو کان مثلو، اگر کسی بعد از این آیه بخواد کسی رو بکشه قصاص بکنه فهو مثلو، اونم مثل قاتل، چه فرق میکنه؟ یعنی میخواد پیامبر بگه که وقتی خداوند ترجیح داد شما ترجیح خداوند رو بپذیرید. میخوام بگم این در مورد قاتل به عمده، یعنی اون کسی که در مورد قتل خطایی نیست. بنابراین این که جان استوارت میل میگه این در واقع توجیه سنتی قدیمی است برای سلب حیات قاتل، برای من میگم پیامبر میگه حتی قتل هم که کرده تا میتونید از حدود و قصاص و اینا دور کنید، نگذارید اجرا بشه. این رفت آمد بین دیدگاه برون دینی درون دینی اساس این بحث رو متزلزل کرده. ما اول باید از منظر برون دینی بحث رو مطرح میکردیم، دلایل ایشون رو میشنیدیم که من عرض کردم ایشون حتی یک دلیل کامل در این زمینه ارائه نکردن. بعد می آمدیم سراغ متون دینی. در متون دینی ایشون دو روش انتخاب کردن، روش حلی و روش تزییقی. در روش حلی ایشون 4-5 تا راه معرفی کردن که مثلا فرض کنید مصلحت ایجاب میکنه که جلوی اعدام گرفته بشه برای اینکه وجهه اسلام خراب خواهد شد و امثال اینها 4-5. تمام مطالبی که ایشون گفتند از فقهای شیعی، حتی در یک مورد
که ایشون استناد کردن به علامه حلی و محقق حلی و حتی آقای حلبی که قبلا منتقد ایشون بودن و به سختی به ایشون حمله میکردن پیشتر، استناد کردن که ایشون گفتن که مجازات اعدام باید تا زمان ظهور معصوم انجام نشه. من سوالم اینه، آیا این واقعا روش حلی؟ شما این کتاب رو به عربی هم گویا ترجمه کردید، گویا جهان اسلام فقط منتظر شنیدن نظر آقای حلبی و محقق حلی. آقا اونا مبانی فقهیشون با مبانی شما متفاوته. شما مبانی حلی موضوع رو گذاشتید تنها بر دوش یه تعداد معدودی از علمای شیعه امامیه. آقای طباطبایی، آیا منظور شما اینه که آقای باقی در واقع میاد از جایگاه فرد مخالف با مجازات اعدام میره در درون متون دینی گزینشی عمل میکنه و چیزهایی رو که خودش دوست داره میگیره برای اثبات براهینش؟ دقیقا. اولا شما تمام فقها ها رو نگاه بکنید، مفصل رو نگاه بکنید، بی استثناء وقتی میخوان قولی اختیار بکنن گزینش میکنن، یه روایت رو تقریر میکنن، یه روایت رو تقریر میکنن، برمین گزینش که اصلا این شیوه اجتهاده، یعنی انقدر این روایات و ادله با هم معارضه هم که امکان نداره شما بتونید همشو با هم دیگه بهش استناد. این گزینش که یه امر طبیعی است، منتها من برای اینکه از مشکلات گزینش به معنایی که جناب طباطبایی میگن دور بشیم، در ابتدا گفتم مبنای ما در این تحقیق قرآن هست نه روایات. بنابراین هر جا روایات موافق قرآن بودن ما پذیرفتیم، هر جا که روایات موافق نبودند یا شبهه بود در موافقتشون با قرآن ما اونجا روایات رو نپذیرفتیم. بله آقای طباطبایی، متوجه هستم. آقای طباطبایی، یکی از دلایل مخالفت با مجازات اعدام مخالفت جامعه شناسانی است که میگن توزیع جمعیتی اعدام، چه حکم اعدام چه اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف به ما نشون میده که بیشتر ضعفا، اونهایی که نمیتونن وکیل خوب بگیرن، طبقات پایین، کسایی که از نژادهایی هستن که در کشور خودشون مورد تبعیض و محرومیت واقع میشن، موارد مجازات اعدام غالبا از میان اینهاست. شما کمتر کسی رو پیدا میکنید که به وکیلای عالی رتبه دسترسی داشته باشه و کارش به اونجا بکشه، کمتر کسی رو پیدا میکنید که بتونه اعمال نفوذ کنه و کارش به اونجا برسه، و مطالعات جامعه شناختی با مدرک و سند نشون داده که قربانی مجازات اعدام در هر کشوری، حتی کشورهای توسعه یافته، اونهایی هستن که مورد تبعیض واقع میشن. تبعیض سیاسی، یعنی کسانی که فعال سیاسی هستند، تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی. این به ما چی میگه در مورد مجازات اعدام؟ یعنی اهرم قانونه، بله، ولی اهرمی که به تساوی به کار نمیبرن برای افراد به شکل مساوی. وقتی برگردید میبینید که این یا اون یا اون شخص به این دلیل مجازات شدن که وکیل خوب نداشتن، نمیدونم خانواده‌شون نتونست پیگیر کنه، تبعیض‌های نهادینه در دستگاه‌های قضایی و حکومتی بود و و و. پاسخ بدم جناب. بله. کریمی. ببینید، مگر این فقط منحصر به اعدامه؟ در مورد زندان هم همینطوره. در مورد در واقع کیفرهای دیگر هم همینجوره. در اونجا خب در اگه اون زمینه ها هم تلاش میشه که در اون زمینه ها هم تلاش میشه که مجازاتی یا تخفیف پیدا بکنه یا مسکوت بشه یا به کلی برانداخته بشه. در اون زمینه ها هم مسئله است این قضیه. یعنی شما معتقدید مجازات رو به کلی باید برانداخت یا نه باید این نظام رو اصلاح کرد؟ یعنی فردی که توانایی مالی نداره، تمکن مالی نداره، از طبقه ضعیفی هست، باید از طریق قانون مورد پشتیبانی قرار بگیره، کمک بهش بشه؟ آیا راه این ملغا کردن کلن تمام انواع مجازات یا اینکه بهبود سیستم قضایی، رویه های قضایی میشه؟ آقای طباطبایی، میشه تا زمانی که سیستم های قضایی اصلاح میشن که راه درازیه، اون چه که برگشت ناپذیر هست رو لغو کرد. یعنی اگر سیستم های قضایی اصلاح بشند اعدام رو میشه از سر گرفت؟ نظر شما اینه؟
خیر، اون وقت میشه صحبت کرد راجع به این که هر کدوم از اینها، یعنی در هر، مهم اینه که الان رویه‌ای که حال حاضر بیشترین نتیجه رو میده چیه؟ شما این رو واگذار کنید به بعد که بعدها وقتی سیستم‌های قضایی اصلاح شدن چیکار باید کرد؟ آخه بیان شما این بود، مادام که سیستم‌های قضایی در وضعیت فعلی هستن، ما مجازات‌هایی رو که برگشت ناپذیره موقتاً اینها رو منتفی کنیم یا تعلیقش کنیم. البته من لحظه موقتاً به کار نبردم، ولی درست میدونم تعبیر شما رو، یعنی شما معتقد هستید که من موکول میکنم به آینده که تصمیم بعدی چه خواهد بود، ولی فکر نمیکنید راه جلوگیری از این خسران بزرگ که شما حق حیات یک بیگناه رو بگیرید در شرایطی که این بیگناهان اغلب از میان گروه‌های اجتماعی هستن که مورد تبعیض هستن، راه جبران کنونیش، راه این که این خسران رو وارد نکنیم در حال حاضر میتونه لغو مجازات اعدام باشه؟ ببینید، بنابراین معنای این سخن اینه که مجازات اعدام مطلقاً، ما صحبت در واقع نفی مطلق مجازات اعدام رو نمی کنیم بر اساس فرمایش شما، ما موقتاً به دلیل شرایط فعلی این مجازات رو تعلیق می کنیم. این اولا مفهومیه که من از فرمایش شما متوجه میشم. اما شما بازگشتید به مسئله خطا. خطا در همه موارد رخ میده. باید دید که من گفتم در قتل غیر عمد که فردی بدون سوء نیت، بدون اینکه بخواد کسی رو بکشه، میکشه و اون جان عزیز از بین میره. چه باید کرد؟ جان که بر نمیگرده، غیر قابل برگشته. چه میکنن؟ تاوان میدن، غرامت میدن در همه جای دنیا. در مورد اعدام هم همینجور، باید رویه های قضایی اصلاح بشه، باید تبعیض برداشته بشه، باید دقت انجام بشه، همه اینها درست. حالا کار به درستی صورت نگرفت، فردی بیگناه کشته شد، این اون مورد چه میکنن؟ بعد از اینکه معلوم شد غرامت میدن. راهش اینه، نه اینکه ما بگیم به علت اینکه این مشکل وجود داره ما کل مجازات رو بالکل برداریم و یکسره این رو منتفی کنیم. بله، من اینجوری میفهمم. در بله. مورد زندان که از من پرسیدید، گفتید که راه زندان، ببینید آقای باقی هم در کتابشون این رو نوشتن گاهی این زندان از مرگ بدتره، صدها مرتبه از مرگ بدتره. در مورد صدام هم همینو گفته بودن، گفته بودن این رو اگر یک بار بکشید، این که تاوان اون جنایاتش رو نداده، اما اگر زندانش کنید و یک زندان بسیار شاقی بر او باشه، مثل صد بار مردنه. من سوالم اینه، به نظر شما این روش به زندان انداختن که صد بار از مردن بهتر باشه، این روش خیلی انسانی تر از اعدامه؟ یعنی یک انسانی رو ما تمام آزادی ها رو ازش سلبش بکنیم و این فرد رو به کار شاق بگماریم، زجرش بدیم به این عنوان که فقط نکشیمش؟ حداقلش اینه که یک مجازات سنگین حبس امکان تجدید نظر درش هست وقتی مشخص بشه که طرف بیگناه بوده. حداقلش اینه. بله. که این حداقل کم چیزی نیست برای کسی که بیگناهه. بله، درسته. اما در مقابل افرادی که گناهکارند و جنایت‌های عجیب و غریب انجام دادن، اینها در اون زندان، مثل زندان‌های آمریکا که نمونش رو دیدید، زندگی میکنن. ما دو حالت داریم، یا به اونها اجازه حیات بدیم، یه حیات معمولی، کار بکنه، دستمزد بگیره، پول جمع بکنه، خرید کنه، مطالعه کنه، تحصیل کنه، یا تمام این حقوق رو ازش بگیریم. بله، بسیار. معنای این سخن چیه؟ که این انسان که از همه حقوق سلب ازش گرفتیم و ازش سلب کردیم، مطلوب الحقوق کامل شده، این شأن انسانی خودش رو حفظ کرده. به نظر شما این نسبت به اون خطایی که ممکنه رخ بده برابری میکنه؟ بله، ضرری که متجسم. آیه باقی، اشاره‌ای که جناب طباطبایی کردن به نظرات امانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی، بی جواب موند. البته این حرفی که کانت زده در خیلی از فلسفه های دیگه و در ادیان هم هست که مجازات باید هم وزن خطا باشه، هم وزن جرم و جنایت باشه. شما اگر کسی رو که
قتل عمد کرده هم وزن با اون جرمش مجازات نکنید عادلانه رفتار نکردید، یعنی با قربانی و خانواده قربانی به عدالت رفتار نکردید. ببینید، اولا من اگه بخوام به یک دلیل بروندینی متوسل بشم به جای اینکه به اقوال پراکنده فیلسوفانی که یه عده موافق یا عده مخالف اعدام متوسل بشم، به تحقیقات، به صدها تحقیق جامعه شناختی که در طول این 200 سال انجام شده تمسک میکنم که اعتبارش قطعا خیلی بیشتره. اما نکته بعد این که وقتی آقای طباطبایی به من میگن که شما سراغ عدل بروندینی میرید، خب استناد به کانت هم که میشه یک دلیل بروندینی، در حالی که من اتفاقا بیشتر منطق درون دینی رو لحاظ کردم. همین نکته که آقای کریم اشاره کردن، بحث برگشت ناپذیری اعدام به عنوان مسئله بسیار مهم در مورد دلیل اینکه چرا مجازات اعدام باید تعطیل بشه، خب این مبنای شرعی داره. همین جمله ای که از پیامبر اسلام گفتم که پیامبر میفرماید که خطای در عفو بهتر از خطای در عقوبته، یعنی اگه یک مجرم رو شما مجازات نکنید، حتی ما داریم از امیر المؤمنین که اگه هزار تا مجرم تنبیه نشن بهتر از اینه که یک بیگناه تنبیه بشه. خب این که مبنای دینی هم داره، محکمتر از حرف کانت هم هست، ضمن اینکه اون منطق بروندینی هم که تحقیقات تجربی است بیشتر تایید میکنه این نظر رو. در مورد مجازات اعدام حقوقدانهای برجسته‌ای صحبت کردن آقای باقی و از جوانب مختلف سنجیدنش. این نکته‌ای که الان میخوام بگم البته جزو میشه گفت اصلی ترین استدلال‌های دفاع از حکم اعدام و اجرای حکم اعدام نیست، ولی اهمیت داره در سیستم‌های قضایی. این به خصوص از جانب شماری از حقوقدان‌های آمریکایی طرح شده که میگن حکم اعدام میتونه یک اهرم مهم برای جلب همکاری کسانی باشه که مجرمن، جنایتکارن و افشای اطلاعاتشون باعث میشه از ضررهای بزرگ جلوگیری بشه. شما فرض کنید به یک عضو باند مافیا بگید که اگر این اطلاعاتی که ما میخواییم رو افشا کنی، ما تقاضای تخفیف مجازات از اعدام به حبس بهت میدیم. یا در مورد کسی که مثلا بمبگذاره، اگر بگید که تخفیف میدیم در مجازاتت چنان که به ما بگی که این بمب کجا کار گذاشته شده، و این از ضرر بزرگی جلوگیری میکنه. خیلی از حقوقدانها میگن سیستم‌های قضایی به این اهرم نیاز دارن برای اینکه جلب کنن بسیاری از جانیان و خطاکارانی که اطلاعاتشون بسیار قیمتی است. این نکته رو من راجبش توضیح بدم؟ بله. ببین، من چیزی که به نظرم خیلی مهم هست تو این بحث این هست که ما اول باید اینو بپذیریم که نفی اعدام نفی مجازات نیست، و وقتی ما میگیم به جای مجازات اعدام حبس، حبسای سنگین، حبسای طولانی، اصلا از یه دیدگاهی گفته میشه که این حبس سنگین تر از اعدام هم هست. اما مجازات اعدام تبعاتی داره، یکیش هم بحث برگشت ناپذیری است، یکیش این که شما مثلا در یه موردی، الان آقای طباطبایی گفتن مورد که شما گفتید، مثلا فرض کنید کسایی که جرائم سنگین مثل بمبگذاری اینها دارن، شما ممکنه یه جایی بیاید یه مواردی رو استثناء کنید. شما همین که یک جا استثناء کردید، بابش رو باز کردید که استثناء بشه، دیگه توسعه اون در اختیار شما نیست، توسعه اون در اختیار دیگرانه، در اختیار نهاد قدرته. بعدا میتونه این استثناء رو انقدر زیاد بکنه، هرچند که به قول اصولی ممکنه بشه استثناء مستهجن، ولی تجربه نشون داده که میتونن تعداد استثناء رو ببرن بالا. بنابراین ما میتونیم مجازات اعدام رو تعطیل کنیم، مجازات حبس رو جایگزین کنیم، دیگه جلوی تاریخ فاسدش هم به این ترتیب متوجه هستم. آیه باقی، پیش از پایان برنامه من حتما باید چیزی از شما بپرسم، برای اینکه مربوط به خود فعالیت حقوق بشری شما.
فکر میکنم شما قبول دارید که مجازات هایی مثل اعدام وقتی بسیار معدود میشن و در نهایت لغو میشن که خشونت به طور کلی در سطح جامعه کاهش پیدا بکنه، برای اینکه دولت ها که مجازات اعدام رو اجرا میکنن اینها به هر حال متأثر از جامعه هستند دیگه و خشونت در سطح جامعه از جمله خشونت کلامی خودش رو نشون میده در عملکرد دولت ها. ربطش به شما این است که شما اخیراً در توصیف عکسی از یک مرد همجنسگرا لفظ چندش آور رو استفاده کردید، گفتید این چندش آوره. آیا همین الفاظ، همین توصیفات دیگرسازی نمی کنن و دیگرسازی کردن قدم های اول از اون مسیری که به اعمال خشونت علیه دیگری می انجامه دیگه، غیر از اینه؟ ربه، من دو تا نکته رو اینجا باید تفکیک کنم. یکی این بحث که اصولا من معتقدم همین که شما تجویز کردید، یعنی انسانی میتونه انسان رو بکشه و رو به اسم قانون، این خودش چرخه خشونت رو تقویت میکنه. یعنی انسان این رو پذیرفته که میشود کسی رو کشت. آیا سوال من این است که آیا به کار بردن لفظ چندشاور در مورد عکسی از یک عضو یک اقلیت جنسیتی، این خودش یک حلقه در تقویت چرخه خشونت هست یا نه؟ نه، ببین، من که موقع قصدم یا تصورم این نبوده که این همچین تبعاتی داره. طبیعتا اگر احتمالش هم میدادم که ذره ممکنه باعث ترویج خشونت باشه، همون یک لحظه هم قفلت نمی کردم و این رو به کار نمی بردم و به خاطر همین هم هست که بعد توضیح دادم که اصلا چنین قصدی نبوده. و طبیعتا اگر زمانی ما ببینیم حتی به کار بردن یک کلمه ممکنه باعث ترویج خشونت بشه، قطعا به کار بردن اون کلمه جایز نیست. آقای طباطبایی، پیش از پایان برنامه یک دقیقه فرصت دارید صحبت کنید، خیلی کوتاه لطفا. ایشون مجازات اعدام رو در واقع جایگزین میخوان بکنن در همه حالاتش به مجازات حبس. افرادی که به حبس میرن دو حالت دارن، یا باید به اونها حقوق انسانیشون رو بدیم یا اینکه اون حقوق رو از اینها بگیریم. اگر حقوق انسانی رو بدیم، حبس میرن، زندگی میکنن، مرخصی میان، مطالعه میکنن، تحصیل میکنن، کار میکنن، توجه میکنن و این پیام رو میده آقا اگر تو جنایت کردی در بدترین حالتت میری زندان و حقوق انسانی رو داری، حتی مرخصی هم بهت میدن، پیش خانوادت هم میای میری. بله، میای. خیلی کوتاه قرار بود باشه آقای طباطبایی. بله. اما اگر حقوق انسانی رو ازشون سلب کنن، همینطور که ایشون خودشون بارها در کتابشون گفتن، این از صد مرگ بدتره. گفتن گاهی مجازات اعدام از صد مرگ بدتره. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای طباطبایی، نکتتون رو گفتید. بسیار خوب، به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه عمادالدین باقی و صالح طباطبایی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.